آیا دیدگاه کتاب مقدس مخالف فرضیه تکامل است؟ بسیاری این سوال رو میپرسند که با توجه به فرضیات و تئوری‌هایی که در رابطه با وجود جهان، به وجود اومدن دنیا و یا تکوین و این که چطور این جهان به دنیا آمد، به وجود اومد و خلق شد، ما نمیتونیم اون رو امروزه با آنچه که در کتاب مقدس میخونیم تطبیق بدیم. به عنوان مثال به فرضیه تکامل اشاره میکنن، به در واقع تئوری بیگ بنگ اشاره میکنن و سایر تئوری‌های اخترشناسی و کازمولوژی، کیهانشناسی، بیولوژی و سایر علوم طبیعی که کارش توصیف حیات هست، اینکه این حیات چیست و چجوری به این شکلی که الان هست در اومده، علوم در رابطه با جغرافیا، فسیل شناسی و سایر علوم طبیعی، و بعد اون رو با داستان کتاب پیدایش در باب 1 و 2 پیدایش و به طور خاص که چطور این جهان به وجود اومد، خدا چطور این رو آفرید، در روزهای مختلف این جهان رو آفرید و به این شکل در اومد، حیوانات و پرندگان و خزندگان و گیاهان و کرات و سیارات و نهایتا انسان رو، و بعد در روز سبت استراحت کرد و داستانهای مربوط به سقوط، چطور میشه اینها رو با هم تطبیق داد؟ آیا کتاب مقدس یه کتابیه که به دلیل اینکه فرضیات امروزی داره وجه دیگه ای رو از حیات توصیف میکنه، از به وجود اومدن و تکوین حیات رو توصیف میکنه، این قابل تطبیق نیست با داستان کتاب مقدس و به این دلیل نمیشه به کتاب مقدس و کتاب پیدایش و سایر داستان ها اون اعتماد کرد، یا نه باید طور دیگه ای داستان بفهمید؟ برای پاسخ به این سوال باید اولا فهمید، به این نکته توجه کرد که پاسخ به این داد که کتاب مقدس اصلا چی هست، که کتاب این رو باید بدونیم که کتاب مقدس کتاب مذهبیه، نه یک کتاب علمی و یا یک کتاب تاریخی سر و حتی یک کتاب جغرافیا و یا هیچ کدام از علوم طبیعی دیگه. بله علوم طبیعی نیست، اما فیزیک و شیمی و ریاضیات نیست، اما آیا تاریخیه؟ آیا جغرافیا است؟ آیا سوشیولوژی است؟ آیا در مورد جامعه شناسی است؟ آنتروپولوژی است؟ انسان شناسی است؟ ما میدونیم که تمام این موارد در کتاب مقدس هست. کتاب مقدس از تاریخ صحبت میکنه، از اقوام صحبت میکنه، از جنیالوژی یا نسب‌نامه ها صحبت میکنه، از وقایع تاریخی، پادشاهان، اسامی صحبت میکنه. اما اون کتاب به دلیل اینکه یک هدف در واقع مذهبی رو دنبال میکنه، یک هدف الهیاتی رو دنبال میکنه، نمیشه به اون به عنوان یک کتاب تاریخی صرف یا جغرافیایی صرف نگاه کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمامی مواردی که از یک داستان تاریخی داره نقل میکنه باید در خدمت یک هدف الهیاتی باشه که اون نویسنده داره اون رو نقل میکنه. به عنوان مثال این دوربینی که داره این تصویر منو میگیره در واقع در یک هدف خاصی در یک جایگاه خاصی قرار گرفته و اون هدفش این نیست که ثبت وقایع تاریخی رو اونطوری که در حول و حوش من داره اتفاق میفته الان اینجا و اینکه دقیقاً جایگاه من رو در این اتاقی که من الان توش قرار گرفتم یا اسباب و اساسیه که در این اتاق هست، در این استودیو هست که شما اونها رو نمیبینید، یا الان شما دارید تصویرهایی رو میبینید پشت من که لزوماً به معنای این نیست که اون تصاویر واقعاً حضور فیزیکی دارن، بدانی که ما داریم از یک تکنیکی، از یک پرده کروماتیکی استفاده میکنیم. پس میتونیم بگیم که این دوربین داره هم تاریخ و جغرافیا رو ثبت میکنه، اما کارش این نیست که دقیقاً واقعیت رو آنطوری که در جهان خارجی وجود داره ثبت بکنه، بلکه داره واقعیت و تاریخ و جغرافیای حول و حوش من رو به شکلی این رو داره ضبط و پخش و تدوین و تکوین میکنه که یک هدف الهیاتی رو دنبال کنه، و اون هدف اینه که من این درس ها رو بتونم ارائه بکنم، این پاسخ به این سوال بدم. کتاب مقدس هم همینطوره. کتاب مقدس کارش اینه که پاسخ بده به سوال این که خالق این جهان کیه، این جهان رو چجور آفریده شده و این جهان
چه هدفی داره، از کجا آمده و به کجا میره، و آیا این خالق با موجوداتی که مخلوقاتش هستن ارتباط داره، و داستان سقوط انسان و داستان نجات انسان رو توسط عیسی مسیح نجات هست به ما نشون بده. پس ما باید کتاب مقدس رو از این بُعد ببینیم. دیدگاهش درسته که دیدگاهش در قیاس با سایر کتب نوشته شده. ما باید اینو بدونیم که این کتاب مقدس داره خودش رو مقایسه میکنه با ادبیات رایجی که در زمانی که داستان پیدایش نوشته شده این کتاب نوشته شده یا این داستان ها نقش شده. پس داستان پیدایش مطابقه با کتاب مقدس رو باید با افسانه ها و اساطیر زمان رایج خودشون ما اونها رو مقایسه بکنیم، در زمان با داستان های موازی که بودن، افسانه های بین النهرینی مثل افسانه گیلگامش و یا اون فرهنگ ها و اساطیر بین النهرینی مثل افسانه های بابلی در رابطه با پیدایش جهان، افسانه اکادیان در رابطه با پیدایش جهان که بهش میگیم اتراحسیس، و یا داستان انوما الیش که این هم یک داستان اساطیری پیدایش بوده مطابق با فرهنگ بابلی، و از خدایان بت‌ها صحبت میکنه که چجور شریر بودن و اینها کپریشس بودن، با هم رقابت میکردن، بت‌ها و خدایان سرصدا میکردن، یه خدا نتونسته بخوابه و اومده خدایان دیگر رو کشته، و نهایتاً از وقتی این داستان اینوما الیش رو میکنیم میبینیم که جهان و انسان مخلوق از تکه های پاره پاره شده یه بدن یک خدای شریر هست، و داره جهان رو یک جهان تاریک تصور میکنه که نه بر اساس نرد، نه بر اساس عشق، بلکه از سر اجبار، از سر تصادف، و انسان ها به عنوان برده ها و خادمین این خدایان آفریده شدن. وقتی که میبینیم داستان مردوک رو میبینیم، میبینیم که از پاره های تن تیامات آسمان و زمین آفریده شده و که خدای شری هست این تیامات، و انسان هست از خون یک خدای شر به نام کوینگینو آفریده میشه. و ببینیم وقتی که ما اینا رو مقایسه میکنیم متوجه میشیم که کتاب مقدس داره به ما میگه که جهان نیکوه، خداوند یگانه هست، خداوند یهوه خدای اسرائیل جهان رو با نزد و عشق آفرید، نه از سر هوسبازی و از سر بازیگوشی مثل افسانه های بین النهرینی، افسانه اتراحسیس یا انوما الیش و سایر افسانه هایی که خدایان در رقابت ها و جنگ های خودشون و از سر شرارت جهان رو آفریدن و موجودات در واقع خادمین این خدایان بودن برای اینکه اونها رو خدمت بکنن و یا برای انجام اراده اونها، بلکه خدا جهان رو از عشق آفرید و نیکو آفرید. و وقتی که ما هدف داستان آفرینش رو درک میکنیم که داره در واقع رد میکنه مردوک رو، اشتارود رو، بعل رو و سایر افسانه های دروغین و خدایانی که مسئول آفرینش جهان بودن، اون موقع درک دیگه ای نسبت به داستان آفرینش مطابق به کتاب مقدس پیدا میکنیم و متوجه میشیم که کتاب مقدس داره از ادبیات رایج، از افسانه های رایج که پول رایج زمان بود، کارنسی رایج زمان استفاده میکنه که به اونها بگه خدا بعل و اشتاروت نیست، بلکه یهوه است که جهان رو با عشق آفرید. ولی برای اینکه مردم زمان نمیتونن درک بکنن که چگونگی این آفرینش چجوری هست، اینه که خدا در کتاب مقدس متوسل میشه به این داستانهای رایج قابل فهم تا یک حقیقت الهی رو بگه که خدا یگانه است، جهان نیکوست و انسان با عشق و برای هدفی آفریده شده. پس کتاب مقدس کارش دادن علم و دانش صرف، تاریخ و جغرافیای صرف نیست، بلکه داره از همه اینها استفاده میکنه برای یک هدف الهیاتی. به همین دلیل کتاب مقدس در تضاد با فرضیه‌های علمی نیست.